که اومدی دعوا رو با هم گرفتی باد موافقم، ولی این تیکر رو که میخوای ساده کنی نه، این کار رو نکن. حالا این هم یه تجربه جدیده دیگه، ایشالله بلا فیزیک و ریاضی بعدا متوجه میشه. یکی از این عددا رو من به بچه ها میگم صحیح نویسی، سری نویسی. به بچه کنکوری میگیم چی میگیم؟ میگیم سری نویسی، صحیح نویسی. یعنی چی؟ ببین 169 اینو اگه بخوام کسری بنویسم چه جوری مینویسی؟ 1.69 این شد مخلوطش، حالا کسریش کن. 100 تا میشه 169. قبوله؟ آره. این 169 ما اگه بنویسم این صده اون پایین مگه نمیشه 10 به توان 2؟ چرا شما میشه 10 به توان 2؟ وقتی بیارمش بالا میشه 10 به توان -2. قبوله؟ آره آره درسته. صحیح نویسی، سری نویسی شد 169 ضرب در 10 به توان -2. این هم همین کارو میکنم. 256 56 ضرب در 10 به توان -2. این یادگاری از من. پایین 1.6 پایینی رو هم همینطوری کنیم. آه میشه 16 ضرب در 10 به توان -1. -1 ضرب در بعد 1.3 که میشه 103. انگار بعد بنویسیم 103 ضرب در 10 به توان -2. حالا آره تا اینجا درسته. حالا برو ببینم چیکار میکنی. حالا یه نکته یادگاری، این مربع ها خیلی اینجا کار میکنه. مثلا 256 باید زرنگ باشی، نمیه به 2 ساده کنی. 256 مربع 16 تا میشه 256. خب حالا دیگه 16 که رفتش، حالا 10 به توان -1 با اون 10 به توان -40 میشه 10 به توان -41، با اون بالاییه میره. آه یعنی شما میگی این با این، این با این اون بالاییه رو میبره. خب آره. بعد الان 103 و 103 تصویر رفتش میاد الان، نگران نباش. 169 هم ضرب در 10 به توان -2 اینجا، 10 به توان -2 اینجا میشه 10 به توان -4. میشه -4. خب حالا میگیم چون تقسیمه، یعنی -4 منهای -2 که میشه مثبت، میشه 10 به توان -2. بعد یه دونه ضرب، بعد حالا اینو تقریب بزن، یعنی یه کلک بزن اینجا رو تقریب. یعنی بیام بگم 169 تقسیم بر 103، یعنی یک لحظه، یعنی زرنگ باشه اینو بگیری 100 توش 100 میشه 1.6. آفرین، میشه تقریبا 1.6. 1.6 خودش هم نماد علمیه، اونم که دیگه نماد علمیه. تموم شد. یعنی اینجوری باید یه سوال کنکور مثلا در حد این هیولا رو حل کنی. یاد گرفتی؟ بله بله یاد گرفتم، خیلی باحال بود. دوباره تصویر رفت. مرسی، خواهش میکنم. آره رفت. برید سوال 3 رو حل. بچه سوال 2 رو یه نگاه کنید ببینید اگه اوکی هستید بریم برای سوال 3، اگر نه که سوال 2 جایی اگه فکر میکنید مشکل داری چون تو رو فالسه بگو برای تحلش کن. اگه بخوای تست کنکور بزنی همین 1.6 که تقریبا به دست بیاری به یکی از گزینه ها خیلی نزدیکه، یا احتمالا خود گزینه است. خب مشکلی نیست، منم سوال کتاب رو حل کردم. همون قبلیه بوده مشکلی. خب سوال 3 رو زحمت بکشید حل کنید. شعاع خورشید 695000 کیلومتره. بخوام ببینیم با نماد علمی چیز بگم استاد. بله من میخواه حلش کنی؟ بله بله بریم. آفرین. 695000 کیلومتر. خب بفرمایید. من نوشتم 6.95 ضرب در 10 به توان -5. 10 به توان 3 تا و 2 تا 5 تا. خب این کیلومترش
آه همین هم گفته. بله. حالا به متر ببرش. استاد تصویرتون میاد بچه های چند دقیقه. اگه به متر تبدیلش کنیم و از ضرب در 1000 کنیم میشه 6950. ضرب در 1000 یا تقسیم بر 1000 چی؟ من قطع شد متوجه شد. ضرب در 1000 باید بکنیم. ضرب در 1000ش کنیم. یعنی اگه بخوام دست نزنم به نماد علمی یه کلکی هم اینجا بدیاد بدم. الان بذار تصویر بیاد.